خوبین انشالله. عرض کنم خدمتتون تو جلسه گذشته برای رفع اشکال که ما اومدیم بحث درس اولی رو گفتیم، سوالی کوتاه بود و بگید دیگه بحث معلوم مجهول. اما تو درس دوم میتونم دو تا مطلب دیگه وجود داره، یکی شرطی نوع دومه. شرطی نوع دوم به این ترتیبه که شرطی نوع دوم قسمتی که ایف داره بچه ها بایستی زمانش گذشته باشه، قسمتی که ایف نداره بایستی آینده در گذشته باشه، آینده در گذشته. آینده در گذشته یعنی چی؟ ساختارش اینه، نگاه کنید. would، could و might به اضافه مصدر بدون تو. این میشه شرطی نوع دوم. مثلا این جمله نگاه کنید: if she studied hard the exam. چهار تا جواب به ما میدن. پس will pass، could pass و past. ببینید در اینجا عزیزان من اگر ملاحظه بفرمایید if اومده، شرطیه. استادی چه زمانیه؟ گذشته است. خب قطعا اینجاش بایستی آینده در گذشته باشه. آینده در گذشته گفتیم یعنی یکی از این سه تا فعل کمکی به همراه مصدر بدون تو، که تو جواب ها اگر دنبال کنید میبینید گزینه سومی درسته. میگه اگر زیاد درس میخوند میتونست امتحان رو پاس کنه. به این میگن شرطی نوع دوم. یا ممکنه سوال رو اینجوری بدن، نگاه کنید: What you if you had a lot of money؟ یک جمله است. تو امتحان تشریحی برای شما می‌نویسه to do. میگه فرم صحیح این فعل رو to do رو در جای نقطچین بنویسید. باز نگاه میکنید شما می‌بینید if اومده، شرطیه. کدوم نوعشه؟ اینجا گذشته اومده. پس این طرف بایستی آینده در گذشته باشه. آینده در گذشته یعنی would به اضافه مصدر بدون تو. چون سوالی شده بود قبل از یو اومده می‌نویسیم بود. اینجا هم مصدر بدونه تو، اینجا تو دوی توش رو برمیدارید می‌ذارید دو. What would you do؟ چی کار می‌کردی؟ If you had a lot of money، اگر پول زیادی می‌داشتی. این میشه شرطی نوع دوم. یا ممکنه سوال رو اینجوری بدن، نگاه کنید: If she came here the news to her. چهار تا جواب به تو میدن: could tell، will tell، could be told و چهارمیش هم will be told.
به نظر شما بچه های خوب کدوم جواب درسته؟ میتونید بگید؟ جوابتون رو برای من بفرستید. تو این تست کدوم جواب میتونه درست باشه؟ جواب یک، جواب یک، دیگه؟ بقیه، بله، یک، بقیه خانم ها آقایون، بله. باز نگاه میکنیم اینیم که if اومده، میگیم شرطیه، came گذشته است، پس میشه شرطی نوع دوم. اینجا بایستی آینده در گذشته باشه، آینده در گذشته. خود به خود این دوتا که will دارن غلطه، چون گفتیم آینده در گذشته بایستی would و could و might داشته باشه و مصدر بدون تو. خب این could داره و مصدر بدون تو، این هم که فرم مجهولشه دیگه، could be و قسمت سوم فعل. این مجهوله بچه ها، این معلومه. حالا معلوم مجهولش چجوری بفهمیم؟ به رابطه این دوتا نگاه میکنیم، خبر و گفتن خبر. خبر کی باید بگه؟ یک آدم باید بگه، چون اسم آدم نیومده پس حتما چیه؟ مجهوله. بنابراین بین یک و سه میگیم گزینه یه سومی درسته. If she came here the news could be told to her. اگر اینجا میومد خبرها میتونست بهش گفته بشه، که متاسفانه هیچ کدوم از شما درست نگفتید. ببینید این بحث مجهول ها رو میتونه تو هر بحث دیگه ای بچه ها بگنجونه، باید شماها حواستون جمع کنید. مثل همین شرطی ها، الان جمله رو اگر نگاه بکنیم این مجهوله دیگه، خبر که خود به خود گفته نمیشه، خبر رو باید یک آدم بگه، اسم اون آدمه نیومده، پس حتما جمله چیه؟ مجهوله. The news could be told to her میشه گزینه سومی. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید، Where he had a long vacation. یک جمله است با چهار تا جواب به ما میدن. might go would be gone can go can be gone. بفهمید کدوم جواب بچه ها و چرا؟ کدوم جوابش انتخاب میکنید؟ بچه ها حرف بزنید با من، جواب دومی دیگه، بقیه خانم آقایون، هیچکس جواب نمیده. باز نگاه میکنیم میبینیم if داره، میگیم شرطیه، had اومده گذشته، پس این طرفش بایستی آینده در گذشته باشه. خود به خود گزینه 3 و 4 حذف میشه، یا 1 درسته یا 2 درسته. 2 مجهوله، 1 معلومه. و فعل گو و فعل لازمه، فعل لازم اصلا مجهول نمیشن، فعل لازم به هیچ وجه مجهول نمیشن. بنابراین گزینه 1 رو انتخاب میکنه. معناش اینه که کجا ممکن بود بره؟
اگر تعطیلات طولانی می داشت. وکیشن بچه ها یعنی هالیدی. وکیشن معناش میشه هالیدی، یعنی تعطیلات. ولی وکیشن که میگید معناش میشه جاب، یعنی شغل، حرفه. What's your vocation؟ یعنی شغلت چیه؟ یعنی what's your job؟ ولی vacation یعنی holiday، یعنی تعطیلات، مرخصی. اینجوری میشه. پس شرطی نوع دوم فرمولش این شد که قسمتی که if داره بایستی گذشته باشه و قسمتی که if نداره بایستی آینده در گذشته باشه. آینده در گذشته چجوری ساخته میشه؟ عرض کردم که would و could و might به اضافه مصدر بدون تو. بخواد سختش بکنه همین would و could و might رو مجهول میکنه. دقیق فهمیدید؟ یک نکته دیگه هم داره و اون اینه که میگیم در اینو به عنوان تذکر می‌نویسن. در شرطی نوع دوم فعل to be در قسمت شرط برای کلیه فاعل ها به صورت were نوشته می شود. یعنی در شرطی نوع دوم قسمتی که if داره حق نداری was بیاری. با I هم بایستی were بگی، با he هم were بگی، با she هم were بگی، با همه فایل ها were میاد، از was استفاده نمیشه. نگاه کنید، اصلا میگم که if my son here he'd help me. یک جمله است، چهار تا جواب: is، was، were و would be. ببینید الان تو این جمله باز if داره، میگیم شرطیه. اینجا would help اومده، این مخفف چیه بچه ها؟ would would help یعنی آینده در گذشته. خب میشه شرطی نوع دوم دیگه. اینجا باید چی باشه؟ گذشته باشه. خود به خود is و would be غلط. آره، چون فاعل سوم شخص my son he هست قاعدتا بایستی was بگیم، ولی طبق این توضیح که اینجا دادم گفتم فعل to be در قسمت شرط در شرطی نوع دوم برای همه فاعل ها were باید باشه. بنابراین بین was و were ما were رو انتخاب میکنم. میگم اگر پسرم اینجا می بود he would help me، به من کمک میکرد. معنی جمله اینه: if my son were here he would help me. اگر او اینجا می بود به من کمک میکرد. پس با همه فاعل ها تو شرطی نوع دوم قسمتی که if داره بچه ها، قسمتی که if داره بایستی were به کار ببرید با همه فاعل ها، ولو مثل اینجا فاعلتون چی باشه؟ مفرد باشه، بایستی از were استفاده بکنید. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید: what would you do if she implied با چهار تا جواب is، was، had been و were. ببینید باز دوباره نگاه میکنم ببینم که
اینجا if اومده، شرطیه. اینجا would do داره، آینده در گذشته، آینده در گذشته. پس اینجا باید گذشته باشه. گذشته to be چی میشه؟ یا was یا were دیگه، خود به خود is و had been حذف میشه. چون she بوده قاعدتا بایستی was بگیم. برای طبق این تذکری که براتون نوشتم، فعل to be رو برای همه فاعل ها بایستی were بکار برید. بنابراین ما گزینه یه چهارمی رو انتخاب میکنیم. چی کار میکردی اگر او بی‌ادب میبود؟ If she were impolite. What would you do؟ چی کار میکردی؟ If she were impolite. اگر او بی‌ادب میبود، تو چی کار میکردی؟ عرض کنم خدمتون که این میشه شرطی نوع دوم. اگر سوالی دارید بفرمایید، در خدمتتونم. اگر سوالی هست در ارتباط با شرطی نوع دوم بفرمایید بچه‌ها. تستای اینا رو ببینید، شرطی نوع دوم رو شما توی کتابای تستتون دارید دیگه، مثلا تو کتاب مبتکران، توی عرض میکنم خدمتون خیلی سبز درس دوم کتاب پیش دانشگاهی نگاه کنید، کتاب دوازدهم رو عرض شود که دو تا مطلب داره، یکی بحث ضمایر موصولیه و یکی هم شرطی هاست که اونجا به طور مفصل همش رو داره دیگه، میتونید تستاشو اونجا بزنید. اما مطلب دومی که اینجا داره بحث ضمایر موصولیه بچه ها. می‌نویسم ضمایر موصولی. گیم کلماتی مانند هو، هوم، دات، ویچ، ور، ون و غیره. کلماتی مانند اینها اگر برای اتصال بین دو جمله آورده شوند به آنها ضمایر موصولی میگویند. نحوه کاربرد آنها به صورت زیر می باشد. ببینید این کلمات رو به استثنای دت رو اگر اول جمله بیاریم بچه ها میشن ضمایر استفهامی، ولی اگر اینها رو ما برای وصل کردن دو تا جمله به کار ببریم میشن ضمایر چی؟ موصولی، ضمایر وصل کننده. ما اینا رو به عنوان ضمیر موصولی میخوایم بگیم بهتون. چند تا فرمول داره. میگیم ضمایر موصولی دارای 9 فرمول میباشن که شما فقط 4 فرمول را فرا میگیرید. یعنی 9 فرمول شو نیاز نیست یاد بگیرید، فقط 4 تاشو تو کتابتون ذکر کرده. حالا اون 4 تا چیه خدمتتون عرض میکنم. فرمول اول اینه، نگاه کنید. فرمول اول، اگر اسم انسان بیاد این طرفش هم فعل باشه وسط، ما بایستی هو یا دت بذاریم که این هو و دت برای این فعل نقش فاعلی داره. نقشش چیه؟ فاعلیه. مثلا این جمله رو نگاه کنید،
میگیم که the boy is very tall. He plays basketball. این دو تا جمله رو تو امتحان نهایی بهتون میدن یا تو امتحان ترمیتون میدن، میگن با هو به هم وصل بکنید. خب چطوری باید استدلال کنید بچه ها؟ اینجوری میاییم مشترکات دو تا جمله رو پیدا میکنیم. The boy و he، این دوتا با هم مشترکن. از جمله اولی the boy رو مینویسیم. The boy، خب این فاعل دیگه، انسان هم هست. به جای این مشترک دومی هو میذاریم، اینم هو. حالا هم میتونید شما ادامه جمله اولی رو بنویسید بعد بیاید ادامه جمله دوم بنویسید، هم میتونید ادامه جمله دومی رو بنویسید آخر بیاید ادامه جمله اولی رو بنویسید، یعنی هر دو صورتش جواب میده. نگاه کنید، هم من میتونم بگم the boy who plays basketball، بعد بیایم ادامه جمله اولی is very tall. این یک مدلش. یک مدلش هم نه، بیایم ادامه جمله اول رو بنویسیم، یعنی بگیم the boy who is very tall، بعد بیایم ادامه جمله دوم بنویسیم plays basketball. هر دوتاش از نظر معنایی درست در میاد. نگاه کنید، میگیم پسری که بسکتبال بازی میکنه خیلی قدش بلنده، یا بگیم پسری که خیلی قدش بلنده بسکتبال بازی میکنه. هر دو حالتش بچه ها درسته. در تعمدید الان شما نگاه کنید، اینجا the boy اسم انسانه، اینجا این طرفش is یا plays، هر دو فعلن. و میشه این فرمون دیگه، اسم انسان و فعل بیاد وسط هو یادت میذاریم. اینم اسم انسان، این طرف فعل، وسط چی گذاشتیم؟ هو گذاشتیم. پسری که بسکتبال بازی میکنه خیلی قدش بلنده، یا پسری که خیلی قدش بلنده بسکتبال بازی میکنه، هر دو اینها درست. یا تستش رو نگاه بکنید، اینجوری داده میشه. مثلا میگیم که the girl is taken to school is his sister. ببینید چهار تا جواب به ما میدن، whom، that، which و who. میگن جواب صحیح رو علامت بزنید. باز نگاه میکنیم، اینیم the girl اومده، اسم انسانه، این طرفش هم فعل اومده. اسم انسان و فعل میشه فرمول اول، یا هو درسته یا دت درسته. خود به خود گزینه یک و سه حذف میشه. حالا بین هو و دت میگیم تو فرمول اول ارجحیت با چیه بچه ها؟ با هویه. بنابراین گزینه چهارمی رو انتخاب میکنه. پسر دختری که برده میشه به مدرسه خواهر اویه، معناش اینه. درست فهمیدید؟ یا مثلا این جمله رو نگاه کنید، the man is sitting on the bench is mad.
یه جمله است با 4 تا جواب به ما میدن. That, which, whose و who. ببینید باز میایم نگاه میکنیم میبینیم که the man اومده، اسم انسانه. این طرف هم is sitting اومده، فعله. اسم انسان و فعل میشه فرمول اول دیگه. باید هو یا دت بذاریم، خود به خود ویچ و هوز هضم میشه. حالا بین هو و دت میگیم ارجحیت با چیه بچه ها؟ با هویه، میشه گزینه چهارمی. یعنی اون آقایی که روی نیمکت نشسته دیوونه است. is mad، mad یعنی دیوونه. خب این میشه فرمول چندم بچه ها؟ فرمول اول. 4 تا فرمول قرار من به شما بگم. فرمول دومتون اینجوریه که اگر اسم غیر انسان بیاد اون طرفش هم فعل باشه. تو فرمول اول اسم انسان و فعل، اینجا اسم غیر انسان و فعل بیاد وسط، شما بایستی which یا that بذارید. which یا that. ببینید مثلا دو تا جمله براتون می‌نویسم. the animal is very dangerous، یعنی اون حیوانه خطرناکه. جمله دوم میگیم it is in the cage، یعنی اون حیوانه تو قفسه. حالا این دوتا جمله رو میخواییم با which با همدیگه ربط بدیم. ببینید باز فصل اشتراک دوتا جمله رو پیدا میکنیم. مشترکاتش چیه بچه ها؟ یکی the animal هست و یکی هم it. این دوتا رو پیدا میکنیم. خب مشترک اولی می‌نویسیم، میگیم the animal. حالا به جای مشترک دومی which میذاریم، به جای مشترک دومی which قرار میدیم به جای این. میسیم ویچ. پس یه خود ایت رو نمیاریم، به جایش ضمیر میذاریم. حالا هم مجازید ادامش جمله اولی رو بنویسید بعد ادامش جمله دومی، یا اینکه جمله دومی رو بنویسید ادامش جمله اولی. یعنی من شما میتونیم بگیم the animal which is in the cage، جمله دوم رو نوشتم، بعد بیایم ادامه جمله اول is very dangerous. ببینید یعنی حیوانی که تو قفسه خیلی خطرناک. یا بیایم اینجوری بگیم ادامه جمله اول بنویسیم the animal which is very dangerous، حیوانی که خیلی خطرناکه، بعد بیایم ادامه جمله اول بنویسیم دوم بنویسیم بگیم is in the cage، حیوانی که خیلی خطرناکه تو قفسه. اینجوری هم میشه گفت. هر دوتاش از نظر مفهومی و گرامری قابل قبولن. باز نگاه کنید پسر من، دختر من، the animal اسم غیر انسانه، which رو گذاشتیم، این طرفش هم چیه؟ فعله. خب اسم غیر انسان و فعل وسط بایستی which بذاریم، میشه فرمولی که اون بالا نوشتم. حیوانی که توی قفسه خیلی خطرناکه، یا حیوانی که خیلی خطرناکه تو قفسه،
هر دو حالتش درسته. حالا ممکنه بگید که تست چجوری داده میشه؟ ببینید، میگم که the book is on the chair is hers. یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن: which, that, whose و who. ببینید الان اینجا the book اومده، اسم غیر انسان. این طرفش هم عزیزان من فعل اومده. اسم غیر انسان و فعل میشه فرمول چندم دوم، خود به خود هوز و هو حذف میشه. یا ویچ درسته یا دت درسته. بین ویچ و دت ارجحیت با چیه؟ با دابلیو اچ. بچه ها، معنی ویچ اینجا چیه؟ معنی کدام نمیده، معنی که رو میده. میگیم کتابی که روی صندلیه is hers، مال اویه. این میشه فرمول چندم، فرمول دوم. پس تو فرمول دوم اسم غیر انسان داریم. اسم غیر انسان که میگیم شامل حیوانات و اشیا میشه و اون طرفش هم بایستی فعل باشه. وسط بایستی ویچ یا دت بذاریم که باز بین ویچ و دت ارجحیت با چیه؟ با ویچ. اینجوری میشه. اما فرمول سومتون بچه ها، فرمول سوم اینه که اگر اسم انسان باشه اون طرفش هم اسم باشه. این فرقش با فرمول اول اینه که در فرمول اول اسم انسان و فعل بود، اینجا اسم انسان و اسم. بچه ها وسط عزیزان من میتونید هوم بذارید، میتونید هو بذارید، میتونید دت بذارید، یا میتونید اصلا هیچی هم نذارید، حذفش کنید کلن، هیچ کدومشو نذارید. ببینید اصلا میگم که the woman you saw in the supermarket is my mother. ببینید یه جمله است، چهار تا جواب به ما میدن: whom, who, that و چهارمیش هم میگم all. ببینید الان اینجا شما the woman رو دارید، اسم انسانه. این طرف هم ضمیره، ضمیر کلمه‌ای که به جای اسم میشینه. خب اسم انسان و اسم میشه فرمول سوم. فرمول سوم هم درسته، هو هم درسته، دت هم درسته. از جواب چهارمی رو انتخاب میکنیم. آل یعنی همشون، هر سه جواب درسته. حالا اگر آل رو به ما نده، یعنی جوابهاش اینا باشن، نگاه کنید مثلا باشه هم نمیدونم هو دت و ویچ، جواب ها اینجوری باشه. سوال همون سوال، جواباشو عوض کردم. و باز شما میگید که اسم انسان اومده، این طرف هم اسمه، میشه فرمول سوم. هو درسته، هو هم درسته، دت هم درسته، ولی این غلط. حالا بین این سه تا جواب بچه ها ارجحیت با چیه؟ با هومه. معنی جمله چیه؟ میگه خانمی رو که شما تو سوپرمارکت دیدید is my mother، مادر منه. معنی جمله اینه. فرمول سوم عرض کردم که اگر اسم انسان باشه
اسم انسان. مثل اینجا. و اون طرفش هم اسم باشه. این جمله رو نگاه کنید. الان دومن اسم انسان دیگه. این طرف هم یو اومده. یو ضمیره. ضمیر کلمه‌ای که به جای اسم میشینه. و میشه اسم انسان و اسم میشه فرمول سوم. هم هم درسته، هم هو درسته، هم دت درسته، هم میتونیم حذفش بکنیم. خب تو ردیف اول هم دادم، هو هم دادم، دت هم دادم، جوابی هم گفتم همشون. خب همش درسته. حالا اینجا میگیم اگه همو بده، هو بده، دت هم بده، ولی جوابی نده بگه همه، اینجا تو فرمول سوم میگیم ارجحیت با چیه؟ با هومه. بازم اینجا هوم معناش میشه چی؟ که. الان ترجمهش کنید، شما میگید خانمی رو که شما تو سوپرمارکت دیدید is my mother، مادر منه. معنی جمله اینه. حالا ممکنه بگید سوال تستیش، سوال تشریحیش چجوریه؟ ببینید همین جمله رو اینجوری میگم. جمله اولش این بوده: The woman is my mother. جمله دومش این بوده که You saw her in the supermarket. اینو میخواییم با هوم به هم دیگه وصل بکنیم. اینو تو امتحان میدم به شما، میگن با هوم به هم وصلشون کنیم. اون کاری که شما میکنید باید مشترکاتشون رو پیدا کنید. و مشترک تو این دوتا جمله چیه؟ یکی the woman هست و یکی هم her. her به کی برمیگرده؟ به woman برمیگرده دیگه. ما مشترک اولی رو مینویسیم the woman. اینم the woman. به جای مشترک دوم ضمیر میذاریم. خب چون مفعولیه و انسانم هست بایستی هوم بذاریم. اینم هوم. بعد میایم ادامه جمله دوم مینویسیم، میگیم یو سا. دیگه هر رو نباید بیاری بچه ها، اگه بیارید غلطه ها. این هر رو من مینویسم اینجا، روش ضربدر میزنم، نباید آورده بشه. چرا؟ چون شما جاش هوم گذاشتید دیگه. یو سا این ده سوپرمارکت بعد میگیم is my mother. is my mother. به این ترتیب میشه دوتا جمله رو به هم دیگه ادغام کرد و یک جمله ساخت. این هم فرمول سومتونه بچه ها. پس در فرمول سوم اسم انسان داریم و اسم داریم. وسط بایستی whom, who, that یا هیچی بذاریم. هم سوال تستیشو نوشتم، هم سوال تشریحیشو. اما فرمول چهارمتون، آخرین فرمول شما اینه. فرمول چهارم اینه که اگر اسم غیر انسان بیاد، اون طرفش هم اسم باشه. اسم غیر انسان و اسم باشه. باز شما اینجا میتونید which بذارید، میتونید دت بذارید و یا میتونید هیچی بذارید. که باز بین این ستا بچه ها ارجحیت با چیه؟ با ویچه. همیشه با دابلیو اچ ارجحیت. در تمرین ارجحیت همیشه با چیه؟ با دابلیو اچ. در واقع موضوع فهمیدید؟ ببینید مثلا میگم که The book is interesting. این یک جمله است. You gave it to me.
این دو تا جمله رو میدن با ویچ، میگن به هم وصلشون کنید. خب مشترک توی دو تا جمله چیه بچه‌ها؟ the book هست. the book و it. it به چی برمیگرده؟ به کتابه برمیگرده دیگه. مشترک جمله اول رو می‌نویسیم the book. به جای این it، به جای این مشترک دومی ضمیرشو میذاریم، which میذاریم، اینم which. بعد کل جمله دوم می‌نویسیم، میگیم you gave to me. دیگه it رو اینجا نمیاریم بچه‌ها، it بایستی حذف بشه، چون شما به جای it چی گذاشتید؟ به جایش which گذاشتید. اصلا نباید بیارید، اگر بیارید غلطه تو امتحانها، نمره کسر میشه. بعد ادامه جمله اول میگیم is interesting. یعنی کتابی که شما به من دادید is interesting، جالبه. این میشه نحوه ارتباط دو تا جمله با هم دیگه که چهار تا فرمول داره و چهار تا فرمولشو خدمتتون گفتم. تستش هم اینجوریه، نگاه کنید. مثلا میگیم که the money you found is his. یه جمله است، چهار تا جواب به ما میدن، which، that، هیچی نمیخواد، چهارمیش هم میگیم all. یا یک سری جواب هم اینجوری می‌نویسم، which، that، هیچی نمیخواد، whom. یک بار میخواییم با ردیف اول جواب بدیم، یک بار با ردیف دوم. و باز میگیم که the money اومده، اسم غیر انسانی، پول. این طرف چی اومده؟ ضمیر اومده. ضمیر کلمه این که به جای اسم میشینه. اسم غیر انسان و اسم میشه فرمول چهارم. which درسته، that هم درسته، حذفشون هم درسته، میشه چهارمی، all، یعنی همه شون. اما تو ردیف دوم which رو داده بچه ها، that هم داده، هیچی رو هم داده، ولی آخرش میشه whom. این غلطه. حالا بین این سه تا کدوم میشه انتخاب میکنیم؟ which رو انتخاب میکنیم. میگه پولی رو که او پیدا کرد is his، مال اویه، معناش اینه. درست فهمیدید؟ پس تو فرمول چهارم میگه اسم غیر انسان و اسم، وسط میتونیم which بذاریم، میتونیم that بذاریم، یا میتونیم اصابت که موصولش رو چیکار کنیم؟ حذف بکنیم. درست فهمیدید؟ اینجوری میشه. اینم از گرامر درس دومتون. اگر سوالی دارید، اشکالی دارید، بگید، من در خدمتتونم. پس درس اول رو ما قبلا گفته بودیم، درس دومم اینها بودن. اگر جایش نامفهومه، جایش گنگه، نیاز به مثال بیشتری داره، بگید. وگرنه میتونید تستای کتاب مبتکران و تستای خیلی سبز رو اینا رو بزنید تا روون بشید. وگرنه گرامرش همین بود که خدمتون عرض کردم. اگر سوالی دارید، اشکالی تو کتاب هست، بفرمایید، من در خدمتونم. بچه ها حرف نمیزنید با من، قهرید؟ دخترها و پسرهای خوب، سوال ندارید؟ هر جاش که ایراد دارید، اشکال دارید، تو کتاب سوالی دارید، هر چه هست بگید، من در خدمتونم. خب پس شما رو به خدا میسپارم، انشاءالله که موفق و مؤید و سرافراز باشید.